وقت بخیر و با سپاس از شرکت شما نمایندگان رسانه ها در این کنفرانس مطبوعاتی. درود بر همت شما دختران و پسران، زنان و مردان میهن عزیزمان ایران که با اتحادی بی‌نظیر و جنبشی شجاعانه و آگاهانه جهانی را به حیرت انداختید و به حرکت درآوردید. تنین انقلاب شما امروز تحسین جهانیان را برانگیخته است. از سیاستمداران و مشاهیر دنیای هنر و ورزش تا نویسندگان و دانشمندان و سایر شخصیت‌های به نام جهان به پشتیبانی از شما برخواستند. در دوران مدرن هیچگاه جامعه جهانی چنین پشتیبانی از جنبشی مردمی در مقابل استبداد نشان نداده است، نه از مردم روسیه در آزادی از کمونیسم، نه در بهار عربی و نه در هیچ انقلاب دموکراتیک سده پیش ندیدیم که تمام نمایندگان پارلمان فرانسه با احترام به پا خیزند و در پارلمان اروپا و مجلس نمایندگان آلمان نطق‌های آتشین کنند. Depuis, des femmes, des hommes et toute la jeunesse d'Iran, dont il faut admirer l'incroyable courage, expriment leur soif de liberté. و این از نتایج اولیه همبستگی و اتحاد شماست که حتی دولت آمریکا چنین چرخش سریعی در مواضع خود نسبت به ایران داشته است. شما در بیش از یک ماه گذشته اراده خود را نه تنها بر خیابان‌های ایران که بر اتاق‌های تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در سراسر جهان حاکم کرده اید و نشان داده اید که هیچ دولتی هرگز نمیتواند سرنوشت ایران را برخلاف خواست ملت ایران تعیین کند. بی نهایت برای من شیرین است که میبینم آن اتحادی که برای چند دهه بر لزوم شکلگیری آن تاکید کردم امروز به وجود آمده و در حال میوه دادن است. جنبش شما ماشین پروپاگاندا و روایتسازی رژیم را نیز زمینگیر کرد. اتحاد سراسری شما هممیهنان نقشه رژیم را که کارش شکاف و نفاق افکنی در صفوف مردم است برهم زد. می‌خواستند زن برده مرد باشد. اما شما زنان با پشتیبانی همسران، برادران، پدران و پسران خود اولین انقلاب زنان در تاریخ را رقم زدید. با هراس افکنی طبقاتی می گفتند اگر ما نباشیم جوانان فرودست خانه ثروتمندان را غارت خواهند کرد. اما دیدیم که شهروندان دلسوز در منازلشان را برای پناه دادن به همان جوانان باز کردند. این چماق و مسلسل‌های رژیم بود که اتومبیل و در و دیوار خانه مردم را تخریب کرد و نیروهای به اصطلاح امنیتی و در واقع ضد امنیتی بودند که به دارایی‌های مردم آسیب زدند. گفتند اگه ما برویم ایران سوریه می شود. اما شما ملت متحد در سراسر ایران نشان دادید که همه پشت و پناه یکدیگرید و روشن ساختید
که با تمام تنوعات تباری، زبانی، جنسیتی، عقیدتی و آیینی ملتی یک پارچه اید. با هراس افکنی در مورد خطر تجزیه، انگشت اتهامشان را به سوی هممیهنان کرد و بلوچمان بردند. شما اما در چهار گوشه ایران بانگ اتحاد سر دادید و فریاد زدید سنندج زاهدان چشم و چراغ ایران. سرود جنج جیان آزادی را از کردستان به سراسر ایران بردید و نام و تصویر جینا را سمبل انقلاب خود کردید و در یک کلام به شعار جانم فدای ایران در عمل معنا بخشیدید. می جنگیم، می میریم، ایران رو پس می گیریم. با هدف شوم تحریک به جنگ مسلحانه، زاهدان و سنندج و سقز و بوکان و مریوان را به مسلسل بستند و با موشک و پهباد به دفاتر احزاب کرد در آن سوی مرزها حمله کردند. مساف متحد همه ایرانیان که اینک در مقابل جنایات رژیم تبدیل به پیکری واحد و درختی تنومند شده اند، این حربه را نیز ناکام گذاشت. جمهوری اسلامی از روز نخست همه نیروی خود را به کار گرفت تا میان ایرانیان خارج و داخل اختلاف بیندازد و هر کوششی در خارج برای پشتیبانی از خواست هممیهنان در داخل را زیر سوال ببرد و تخطئه کند. شما اما نشان دادید که اثرگذاری ایرانیان خارج بر سیاست بین‌المللی یکی از ستون‌های حمایت از جنبش در داخل کشور است. صدها هزار ایرانی در بیش از 150 شهر در سراسر جهان با اتحادی بی‌نظیر به خیابان‌ها آمدید و تأثیرات بزرگی در تغییر مواضع و سیاست‌های دولت‌های خارجی نسبت به انقلاب ملی ایران گذاشتید. تظاهرات 50,000 نفری ایرانیان در تورنتو و تظاهرات در دیگر شهرهای کانادا بود که منجر به تصمیم دولت این کشور برای تحریم 10,000 نیروی سرکوبگر رژیم شد. اتفاقی که در تاریخ کانادا بی سابقه است. اما این پیروزی‌های اولیه نباید ما را متوقف کند، بلکه باید سکوی شود تا تلاش‌ها برای بایکات و انزوای جهانی رژیم و حمایت حد اکثری از انقلاب ملت ایران را با قدرت بیشتر ادامه دهیم و یک صدا خواهان اخراج سفرا و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی و تعیین نمایندگان ویژه برای گفتگو با ملت ایران به جای مذاکرات بی نتیجه با رژیم شویم. اینها خواسته هایی است که به ویژه در دیدارها و گفتگوهایی که در یک ماه گذشته با سیاستگزاران و قانونگزاران داشتم بر آنها تاکید کردم. در کنار آن، ایجاد صندوق‌هایی برای پشتیبانی از اعتراضات و اعتصابات و تأمین آزادی ارتباطات از دیگر راه‌های حمایت از مردم ایران است که شخصاً سالها برای ایجاد آن رایزنی کردم.
امروز می توانم به شما اعلام کنم که تعدادی از این صندوق‌ها در مراحل پایانی راه اندازی است و مؤسسان و گردانندگان آنها هم اکنون در تلاشند تا برخی موانع قانونی باقی مانده به ویژه برای ارسال کمک‌ها به ایران را هر چه زودتر برطرف کنند. در همین رابطه باید به تکنولوژی اینترنت ماهواره‌ای مانند استارلینک اشاره کرد که هم اکنون تعدادی از ترمینال‌های آن در ایران فعال شده است و کمکی مهم به هم‌میهنان در حفظ ارتباطشان با یکدیگر و دنیای خارج خواهد بود. اینترنت آزاد غیر دولتی نه فقط برای پیروزی اعتراضات امروز بلکه برای آینده ایران نیز دارای اهمیت است. تا هیچ حکومتی هرگز نتواند آزادی را که به قیمت خون جوانان ایران به دست آمده با قطع ارتباطات پایمال کند. در اینجا می‌خواهم تأکید کنم که امروز هر کس به هر شکلی در صفوف متحد مردم نفاق بیافکند تنها به عمر جمهوری اسلامی می‌افزاید و خواسته یا ناخواسته کمک می‌کند که این رژیم خونریز و متوحش جانهای بیشتری را بگیرد. من در آغاز ماه جاری میلادی از دبیر کل سازمان ملل درخواست کردم تا از ایجاد یک کمیسیون تحقیق در شورای حقوق بشر برای رسیدگی به جنایات جمهوری اسلامی و شناسایی و پاسخگو کردن مرتکبان جنایت در ایران پشتیبانی کند. چنین کمیسیونی میبایست تا زمان تثبیت دموکراسی قائم به حقوق بشر در ایران فعال و مؤثر باقی بماند. همچنین در نامه دیگری که روز گذشته به مدیر اجرایی صندوق کودکان ملل متحد یونیسف ارسال کردم، از این نهاد زیر نظر سازمان ملل خواستم تا تحقیقات ویژه‌ای را در خصوص کشتار کودکان و سرکوب دانش آموزان در ایران انجام دهد. آنچه در اردبیل و شهرهای دیگر ایران رخ داد مصداق جنایت علیه بشریت و کودک آزاری سیستماتیک است و آمران و عاملان آن باید مسئول شناخته و پاسخگو شوند. اگرچه مسئولیت اصلی جنایات رژیم با آمران و عاملان آن است، اما همه شما که یونیفرم نظامی به تن دارید، به ویژه شما ارتشیان ایران، موظفید تا حامی مردم و حافظ جانشان باشید. اگر هنوز نمی توانید آشکارا به مردمتان بپیوندید، دست کم مسئولیت دارید تا دستگاه سرکوب رژیم را مختل و فلج کنید. این وظیفه ملی، میهنی و انسانی شماست. به سوگندی که خورده اید عمل کنید و هر چه زودتر حساب خود را از رژیم وامانده و رهبر درمانده اش جدا سازید. هم‌میهنانم، شما به این نتیجه رسیده اید که ذهنیت قرون وسطایی رژیم سازگار با حکمرانی در قرن 21 نیست. حکومتی فاسد و بیکفایت برای مشکلات طاقت فرسای شما که خود موجب آن بوده هیچ راه حلی ندارد. اما آلترناتیو این رژیم چیست؟ در کنفرانس خبری روز 13 خرداد امسال گفتم که بزرگترین اپوزیسیون و آلترناتیو جمهوری اسلامی شما ملت ایران هستید. آنها که به من خورده گرفتند و گفتند ملت نمیتواند خودش را مدیریت کند، اکنون عملکرد شما در ایجاد هماهنگی، همبستگی و شعارهای وحدت‌آور را تحسین می‌کنند. توان مدیریت غیر متمرکز شما که نیروهای سرکوب رژیم را آسی کرده، ویژگی نسل متعلق به جهان ارتباطات است. نسلی که مهارت‌های مدیریت غیر متمرکز را آموخته است و اصراری و حتی نیازی به رهبری فردی و متمرکز ندارد.
خوشحالم که تأکید من در سالهای اخیر برای جانشین کردن فرد محوری با سیستم محوری در صحنه سیاسی ایران از سوی شما پذیرفته شد و در مسیر عملی شدن قرار دارد. امیدوارم این روند که در فاز کنونی شاهد رشد آن هستیم در آینده دموکراتیک ایران تثبیت و به طور کامل اجرایی شود. روزی میرسد که پیکان قدرت از دست رژیم خارج خواهد شد و از همکنون باید برای آن آماده باشیم. روشن است که دولت موقت جایگزین پیش از هر چیزی باید حقانیت و مقبولیت داشته باشد. به ویژه از سوی شما نسل امروز که با جنبش انقلابی خود پایه‌های رژیم را به لرزه درآورده اید. همچنین دولت موقت باید تنوع طیفی و توان همکاری تکثرگرا را نشان دهد، وگرنه نخواهد توانست سنگ بنای دموکراسی ایران را تراز بگذارد. دولت موقت ایران با بهره‌گیری از مجموعی از تجربیات و کفایت‌های لازم باید بتواند این مأموریت‌ها و وظایف را به انجام برساند. جلب اعتماد مردم و برقراری آرامش، ثبات و امنیت کشور. وضع قانون و عدالت انتقالی. تضمین آزادی‌ها و حقوق مردم. حل مسائل و مشکلات فوری معیشتی مردم. تنظیم سیاست خارجی لازم برای تأمین منافع ملی ایران و برگزاری همه پرسی و تعیین شکل حکومت دموکراتیک و سکولار آینده. قابل تصور است که نیروی دموکراسی خواهی که از فرایند تشکیل دولت موقت کنار گذاشته شود، انتخابات برای مجلس مؤسسان و دولت برخواسته از قانون مصوب آن را آزاد و منصفانه نخواهد دانست. بنابراین دولت موقت باید برآمده از افراد و تشکل‌های سیاسی باشد که توان همکاری با یکدیگر را دارند، نه آنان که پیشاپیش با حق مشارکت دیگران مخالفند و قصد دارند با پیشدستی مانع مشارکت دموکراتیک و مساوی شهروندان شوند. وجدانم حق گفتن این باید را می دهد، چون هرگز طالب قدرت و هیچ مقام سیاسی نبودم، نیستم و نخواهم بود، و چون در انتخاب آینده مبلغ و حامی هیچ حزب و سازمان و یا شکل حکومت در مقابل دیگری نخواهم بود. اگر بودم، حق داشتید هرچه میگویم را حمله بر منافع سیاسی شخصی بدانید. همه تئوری‌ها و اشعار حکومت دموکراتیک برای من محترمند. آنچه برایم اهمیت دارد، پیروزی حاکمیت مردم است. پس از 43 سال، تحقیر، سرکوب و فقر، امروز به همت و همبستگی جوانان و نوجوانان کشورمان همه جان تازه‌ای گرفته‌ایم. تردید ندارم که در پرتوی حاکمیت مردم، سرمایه‌های استثنایی انسانی و طبیعی کشور ما آینده‌ای درخشان را برای ایران نوید می‌دهند. ایران، این مرز پرگوهر، دوباره سرافراز و معتبر خواهد شد و در سایه پرچم ملیمان افتخار خواهد آفرید. پیروزی در گروی استقامت و تداوم اتحاد ماست. پاینده ایران.